پروردگار گفت من در گرسنگی شما را امتحان میکنم. حالتان گویم دسترخوانهایی که پر از میوه بود، از تمام نمود قند و قنفیدها آراسته بود، هر روز درآمد و حساب نداشت. امروز که من پروردگار تو هستم و همون نعمتها را گرفتم، دسترخوان تو را خالی کردم، اکنون اون زمان مرا عبادت میکردی. اگر عبادتت برای نعمتهای من نباشد، پس تو در گرسنگی مرا عبادت میکنی. اگر عبادت تو برای همون نوش و نعمت باشد، این زمان در تو کفران نعمت میکنی، تو از پروردگار روی میگردانی، قهر میکنی و از این اجر مصیبت و بلایی که بالای تو آوردم تو بی نصیب میشوی. جو و نقص من الاموال، پروردگار میگوید من در مال تو نقص میارم، در مال تو نقص میارم. چگونه که الحال گرسنگی را با این نابودی هر چه من شهر دادم، که مالدار بودی به مالت میکنم و سنجش میگذرانم، کنی تو چگونه به سوی پروردگارت بندگی تدوام میتی. نقص من الاموال والانفس، الله میگوید دیگر سنجشی که بالای تو میکنم این است که از اولاد تو کسی را میمیرانم. گویم که فرزندی داری که از او یک ساعت جدا ایستاده نمیتوانی، یا مادر تا بسیار دوست میداری، پدر تا دوست میداری، یا برادر تا دوست میداری، یا عائله تا دوست میداری، انمون دوستداری تو را از بری تو جدا میکنم، جان او را قبض میکنم. کنی نظر میکنم که چگونه به سوی پروردگار تو بندگی میکنی، چگونه به سوی پروردگار سپاس گذاری میکنی. وقتی که میگوید انفوس و ثمرات، دیگر سنجشی که پروردگار میگوید من شما را میکنم این در میوه های شماست. بعضی مفسرها گفتن میوه، مقصد از میوه این همون زمین هایی که ما و شما درخت داریم، درخت های میوه دار دارن. من پروردگار میگوید یک زمان میارم که این درخت های تو را خشک میکنم، یا زمان میارم که در درختات هیچ میوه نمیدیم. کنی میبینم زمان میوه دادن چگونه عبادت داشتی، و این زمانی که زمین تو از میوه خالی است، این حالت در چگونه عبادت میکنی. بعضی مفسرها گفتن ثمرات که میوه گفتن، اینجا پروردگار مراد این میوه فرزند است، فرزند است گفتن، فرزند میوه دل است. چگونه حدیث رسول اکرم است که وقتی ملائکه ها آمده جان فرزند ما را میگرفت است، الله میگفت از قبستم ولد عبدی، آیا جان فرزند مرا گرفتید؟ فیقولون نعم، آنها میگفتن بله پروردگارا جان فرزند تو را گرفتیم. قبستم ثمرت فؤاده، آیا میوه دلی او را کندید؟ مقصد از فرزندهای ما و شما وقتی از دنیا میگذرن، پروردگار به این فرشته ها میگفته است آلی میوه دلی بنده مرا کندید؟ فیقولون نعم، اونا میگفتن بله پروردگارا میوه دلی بنده تو را کندیم. فماذا قال عبدی، وقتی این بچه دوستدار شکی جان شا گرفتید، اون پدر و مادر چی گفتن؟ چی گفتن؟ از ملائکه و پروردگار میپرسد فماذا قال عبدی، این بنده من چی گفت؟ فرشته ها چی میگوین؟ میگوید پروردگارا حمیدک و استرجع، خوش به حال بنده تو میگوید، بهترین فرزند او را میگه جان شا گرفتیم، تا جای وای داد و فیغان گوید حمیدک و استرجع، وای باشد میگه شکر به سوی تو پروردگار، این نعمتی بود که برای من دادیش و باز این نعمت از من جدا کردی. این لله و این الیه راجعون، ما از تو هستیم و به سوی تو بازگشت داریم. بنده تو این کلمات ها را تکرار کرد. الله میگوید که ای ملائک آگاه باشید، بنول عبد بیتن و سموه بیت الحمد، پس این گونه که باشد در جنت گویا خانه برای او بنا کنید، و این خانه قصری که در جنت بنا میکنید نامش حمد گذارید، نامش ستایش گذارید، و به این بنده شکر کننده و نصیب گردانید. حضرت عطا
عطای ابن عطا را حکایت چه میارن که بار همراه 10 فرزندش میگوید به سفر برآمد. ببین دوستای خدا در چی عذابهای گرفتار بودن. برای چی در سر آغاز من خواندم تنی ایوب با کرمان گرفتار، چیسان با لوط قومش داد آزار. حضرت ایوب ببین 9 سال، بعضی ها روایت ها 18 سال حضرت بدنش در من بالا یک تخت سنگ بیرون از محله بیماری میکشید. حضرت لوط چه عذابهایی داشت، چیرچیز چه عذابهایی داشت، ابراهیم خلیل چه عذابهایی داشت، چه از محمد صلی الله علیه وسلم چه رنجهایی داشت. حضرت ابن عطا میگوید همراه 10 بچهش 10 فرزندش به سفر برآمدند. در نصف راه میگوید در دست مشرکان، در دست آدمان بی خدا دستگیر شدند. البته معامله آدم بی دین نسبت دیندار این معلوم است چگونه یک رابطه ناخوب میکند، چگونه یک بی‌رحمی نسبت البته مسلمان روا میبیند. در حال میگوید پرسان کرد که اینا کیا هستند، گفت این 10 فرزند فرزندی من هست. میگوید یکایک چشمش میبندن یکیش و در پیش پای پدر میغلطانن گردنش میبرن. این پدر باشد میگوید به سوی آسمان نگاه دارد، دوست خدا عاشق پروردگار، به سوی پروردگار نگاه دارد و تبسم دارد، خنده دارد. وقتی میگوید دویون فرزند چم چشمش بستن، در پیش پاش میگد باز اینشم زخم کردن، اینشم میگد قتل کردن. این چونین میگد 9 فرزندی ابن عطا را به قتل رسانیدن. وقتی نوبت 10 فرزند رسید که این 10 فرزند میگد خیلی فرزندی کوچکش بود، فرزندی گویم همون آخران فرزندش بود. وقتی نوبت این کی شد به سوی پدر گشت و گفت، پدر گفت چی پدری بی‌رحمی بوده ای، 9 فرزندی تو را در پیش شد قتل میکنن، تو باشی به سوی آسمان نگاه کردن میخندی. آیا این گفت نشانه مهر و محبت پدر و فرزندی است؟ این پدر میگوید وقتی صدا این فرزند چکی شنید، در حال میگوید آب چشمش مثل باران جاری شد و گفت ای فرزند، گفت این نقشه را گفت ذات مطرح کرده است که با او جنجال کرده نمیتوانیم. این فرزندهایی که در پیش ما گفت قتل می شود، اینا گفت آن ذات گفت خواسته است که من در نزد او چگونه و چرا گفتن می توانم. به خدا قسم گفت 70 بار به سوی پروردگار شفاعت شما را طلب کردم، لیکن ندای آمد که ای ابن عطا، اگر در این مصیبت بالای تو آوردم صبر نمی کنی، از جریده دوستات را خط می زنیم. ما گفت در این بلا صبر کننده هستیم. میگوید وقتی که این 10 فرزندم که به قتل رسانیدن، حضرت مولوی خدا رحمت و مغفرتش کند در مثنویش این منظره را یک بیان دارد، میگوید طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. طریق عشق جانان بی بلا نیست، این راهی که برادرای عزیز ما و شما پیشه گرفتیم، این راه نماز، این راه روزه، این راه عبادت پروردگار، میگوید حضرت این راه میگوید از بلا خالی نیست، این راه مشقت ها دارد، این راه کشمکشی ها دارد، این راه سیاست و پوپیسه ها دارد، این راه شنیدن دشنام ها دارد، این راه انهم تراه است. وقتی از حبیب خدا پرسیدن ای الناس اشد بلا ان، ای حبیب خدا سخترین بالا، سخترین بلا بالای کدام انسان است؟ حبیب خدا چی گفتن؟ قال الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل والامثل. پیغمبر خدا گفتن سخترین بلا بالای پیغمبرهاست، بعد از آن گفت بالای صالحون است، بعد از آن بالای این چنین شخصانی که در این راه درست قدم زننده هستند. اینا دائم سخت‌ترین بلا را